سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کاهن ناصر شاهین پر هستم به هر حال بعد از مقدمات بسیار بسیار متعدد و طولانی که امیدوارم یک صحنه نسبتا روشنی از جامعه ایران رو جلوی شما پن کرده باشه که حالا ما صفویه رو در اون جامعه بتونیم تعریف بکنیم من داشتم راجبه شاه اسماعیل صحبت میکردم که برامم تموم شد و حالا ادامه صحبت اینکه این آدم بسیار آدم جسوری بوده بسیار صلحشور بوده بسیار پر جرعت بوده و بسیار به افکار دینی خودش معتقد بوده و به سختی باور داشته که امدادهای غیبی پشت سرشن خب حالا منم هم بودم همشین فکری میکردم به دلیل اینکه یه بچه ای که دنبالش میگردن بگیرن بکشنش را یه نفر دیگه میاد چهار نفر دیگه میان اینو میدوزن میبرنش لاهی جان اونجا یه خورده یه نفر بیش درس میده بعد دیگه آقا فلانی مرد تو بلنش بیا این بلنش میره یهو میشه سرپرست چندین هزار رؤسای قبایل آدمای سیبیل از بنا در رفته که اینا همه بهش تعظیم میکنن پاشو ماچ میکنن و دستوراتش اجرا میکنن و ایشون به یا آب خوردنی یهو یه ها میبینه که از یه بچه درویش به یه شاه تبدیل شده خب این آدم میبینه که جسارت های لازم رو هم در این تجربیات کوتاه زندگی به دست آورده باشه دقیقا هم همینطوره آدم بسیار سلحشوری بوده آدم بسیار بیباکی بوده اما در سخت کشی و بد کشی نشان های خوبی از خودش باقی نگذاشته بگذارید من به عنوان مثال شیبک خانه بهتون بگم همینطور که عثمانی ها در غرب ایران به وجود اومده بودند همزمان با اونها بازماندگان مغول و تیمور خانواده هم بوده به نام شیبانی که بعدا به شیبک معروف میشه و بعدا تمام پادشاهاری اونو ما در تواریخ خودمون علاوه بر اسمشون عبدالعلی عبدالحمید نه هست ولی یه شیبک هم پشتش میذاریم به شیبک خانیان معروف شدن. اونها هم به هر حال بر حسب این که از چه نژادی بودند از چه گروه و دسته ای بودند که مشخص ارز کردم باقی همون مغولان و تیموریان بودند و از همون توایف بودند حکومتی در ماورا نه تشکیل دادند و قصدشون توسعه این منطقه است متصرفاتشونه و هیچ چیزی بهتر از خراسان بزرگ نیست پر زمین در منطقه است ثروتمندترین زمین در منطقه است و باید اونجا رو بگیرند بدون خراسان بیابانهای ماورانه براشون شنزارهای اون سوی سیهون دردی ازشون دوا نمی کنه. بنابراین هدفشون منطقه شرق ایرانه اسماعیل آمده چند تا ایالت رو در ایران این شاهکار زده کشته انداخته و کارش بالا گرفته پیش از اینکه وارد کار شیبک خان بشیم بذارید یه مثال دیگه هم بهتون بزنم اون این است که در توس یکی از بازباندگان تیمور حکومت میکرده و این تیموریان کلمه شاه نداشتند میگفتن میرزا شاهروخ میرزا بابر میرزا نامه تبریک می نویسه برای اسماعیل و به جای اینکه بنویسه شاه اسماعیل می نویسه اسماعیل میرزا فتوحات جدید شما رو به شما تبریک می گویم مثلا نامه رو که اسماعیل می میگه می گه اه این به ما میرزا گفته این دوره وریام جرات نمیکنن کنن ظاهرا بهش بگن آقا میرزایی که اون گفته یعنی شاه لشکر کشی میکنه به توس در این لشکر کشی هفت هزار نفر از مردم توس کشته میشن بعد شهر هم به چپاول و یغما میره برای اینکه یه نفر به ایشون گفته میرزا فقط حالا اون شیبک خان مترسد این است که یه جنگی با این را بندازه و نظر این قدرتش بیشتر از اینها بشه که بعدا مایه دردسر سر شید. در نتیجه پیوسته با نامه های بسیار احانت و تندی اسماعیل رو تحریک به جنگ میکنه خودش هم یه سپاه سی چلیزار نفره داره و مجهزه و آماده جنگ ظاهرن حتی در یکی از نامه هاش می نویسه که اسماعیل داروغه ما میخواییم بریم به زیارت حج به تو دستور میدم که راه ها رو صاف کن امنیت افراد من رو فراهم کن که ما از جا رد میشیم با آسایش کامل از اینجا عبور کنیم تا اینجور خطاب های آمیزی رو برای اسماعیل میفرسه اسماعیل هم با متانت بهش جواب میده که ما به زودی به خراسان میاییم و در آنجا همدیگر رو ملاقات میکنیم خب حالا که ما وارد این موضوع شدیم بگذارید که داستان اصلا با یه خورده جزیاتی بیشتری بگم که دیگه نخواهیم یه بار دیگه این تکرارش کنیم اسماعیل لشکرکشی میکنه اما این هم حتما میدونیم دیگه که هفت قبیله ترک زبان هستند که این قبایل رو ازاش حلقوار به دور اسماعیل هستند و تمام مردان قبیله هم شمشیر زنها و سوارکارهای اسماعیل حالا محسوب میشن این قبیله افشار، روملو، استاجلو، تکلو، قاجار، قاجار اینا شیش هفت قبیله که تمام ارتش و نیروی نظامی شاه اسماعیل رو اینها تامین دارن میکنن که همه هم مریدند و همه هم جان نسارت. باحال اسماعیل یه ارتشی فراهم میکنه راه میفته به طرف خراسان ودی در منطقه خراسان هر جا که پاشو میگذاره بهش خبر میدن که شیبک خان اینجا بود عقب نشست باز این جلوتر میره باز شیبک خان اینجا بود عقب نشست شیبک خان پیوسته عقب نشینی میکنه تا مرو در مرو قلعه بسیار مستحکمی داشته میره تو قلعه اسماعیل و اطرافیانش قلعه رو و مرو رو محاصره میکنن یه زمان دو سه هفته ای هم محاصره رو ادامه میدند ولی میبینند که نفوذ به این قلعه همچین کار آسونی نیست متضمن تلفات بسیار زیادی میتونه باشه اسماعیل هیله ای می میزنه یه نامه می برای شیبک خان میگه شیبک تو چندین بار ما رو به خراسان دعوت کردی و ما آمادگی نداشتیم بیاییم نیامده بودیم حالا آمدیم بعد از چند سال حالا که آمدیم توی از جلوی ما عقب میری و خودتو نشون نمیدی متاسفانه در آذربایجان عثمانی ها به من حمله کردند و من مجبورم برم برگردم به آذربایجان و از خطه غربی مملکت دفاع کنم کارم که اونجا تموم شد برمیگردم به خراسان که با شما برخورد کنم این نامه رو میفرستم داخل قلعه و شیربک خان متوجه میشه که اینا دارن عقب نشینی میکنن دارن میرن خیلی خوشحال میشید اما اسماعیل دستور میده به سربازانش میگه که یه گروه 300 نفره کنار پل این رودخونه کمین کنید ما بقیه دو سه کیلومتر میریم عقبتر و پشت تپه ها پنهان میشیم که اینا خوب باور کنن که ما رفتیم اما معمولا این ازبک ها یه ارتشی که عقب نشینی میکنه از عقب میخوان بزنن که بونش و زندگیش رو چپاول کنن بدوزن بنابراین اینا ما رو ترقیب میکنن شما 300 نفر خودتون رو نشون بدید بذارید اینا به شما حمله کنن شما تا اونا حمله ش... طرف شما رو شروع کردن روی این خط سیر عقب نشینی کنید فرار کنید در نتیجه اونا در دام ما میفتند و ما ترتیب کارشون نمیگیم دقیقا هم این اتفاق میفته وقتی هم که این نامه رو میخونه شیبک خان به اطرافیانش میگه که ممکنه این تله باشه ممکنه اینا نرفته باشن و ما از قلعه بیایم بیرون و اون وقت وارد جنگ شیم و شکست بخوریم از این آدم زن شیرخان میگه که آخه مرد حسابی تو دو سه ساله که هی داری نامه تهدیدآمیز می‌نویسی نامه اعلان جنگ میدی دعوتش میکنی به جنگ حالا که اومدی هی دستش فرار میکنی آخه این که نیست یه بار کی لباس زنانه بپوش خودتو خلاص کن به تحریک زنه تصمیم میگیرن که سپاه اسماعیل رو دنبال کنن که بلکه چپاولی هم کرده باشن میان و دقیقا به اون 300 نفر برخورد میکنن و اون سیصد نفر هم در عقب نشینیشون سپاه ازبک ها رو در محاصره و در تله قرار میدن و شروع میکنن به حمله کردن ازبک ها شروع میکنن به منحضب شدن و فرار کردن یک گروهی من جمله خود شیبک خان و اطرافیانش وارد از روی ناچاری وارد کاروانسرا میشن کاروانسرای شکست پکسته خراب نه آباد ویرانه ولی ازدهام جمعیت در اون کار اون سرا اینقدر زیاد بوده که شیبک خان زیر دست و پای آدمای خودش له میشه و کشته میشه اینا میان اون کارون رو میگیرن و جسد شیبک خان رو پیدا میکنند از حالا به بعد ببینیم که شاه اسماعیل با این جسد چه کار میکنه اول میگه سرشو ببرین پوست سرشو قلفتی جدا کنید تو پوست سرش کاه کنید و این رو با یک نامه میفرستیم برای سلطان سلیم امپراتور عثمانی که ما اینیم ما متحد تو رو کشتیم البته یه اتحادی هم بین این ازبک های و عثمانی ها بود این اتحاد به دو گونه یکی اینکه هر دوی اونا سنی بودن بدونه که چیزی روی کاغذ نوشته شه یا کلامی گفته شه خواه ناخواه با دشمن شیعه میباید بجنگند ولی غیر از این یک توافقاتی بین اینها بود که از دو سو به ایران حمله کنند و سپاه و نیروی نظامی ایران رو به دو قسمت کنند که ضعیف شد و بزننش این, این بود برای این سر خان رو پوست سر شیبک خان رو قلفتی میکنن توش پر میکنن خاک و با یه نامه میفرسن برای امپراتور عثمانی کاسه سر شیبک خانم دستور میده که اره کنند از کاسه سرش روش قشر طلا بگیرن و این میشه جام شراب اسماعیل و از اون پس اسماعیل در کاسه سر شیبک خان پیوسته شراب میخورده دست شیبک خانم ببرید بفرستید برای حاکم مازندران چرا؟ برای اینکه سال پیش یک ایلچی نام یه فرستاده ای رو فرستاده بوده با نامه ای به حاکم مازندران که تو تبعیت ما رو بپذیر و ما از طرف خود و اون حکومت تو رو به رسمیت میشناسیم از این پس مطابق دستورات ما رفتار کن و اینقدرم به ما در سال مالیات یا باج بده اون هم جواب داده بوده که تا دست من به دامن شیبک خان میرسه به هیچ کسی دیگه ای واج نمیدم چون مازندران نزدیک بوده به استراباد و به منطقه گرگان و و محلی که شیبکانیان هستند و اون منطقه تمام خراسانی گرفتن دیگه این آدمم اینطوری جواب میده در اینکه دست این رو هم بر میدارن میبرن به مازندران و فرستاده های اسماعیل این دست رو پرت میکنن به دامن حاکم و میگن که شاه اسماعیل گفت تو دستت به دامن شیبک خان نرسید اما ما دست شیبک خان رو اووردیم که به دامن تو برسیم انقدر یارو دشاره وحشت میشه که مریض میشه و پس از این مریضی هم میفتیم میمیره اینم حالا سرشو گفتم پوست هم گفتم دستش هم گفتم میمونه بقیه یه جسد شیبک ها که رو زمین افتاده فرمان میده به صوفیان صافی که این جسد رو بخورند و این مریدان جان نصار میریزن روی این جسد حالا شما تصورشو بکنید یه اوزبک خاک که آمده تو میدون جنگ خیس عرق خاک خولم روش شسه, شسه بود گند عرق هم میده و این جان نصارانه درویش باید اینو بخورن و از وجود مبارک شیبک خان چیزی دیگه باقی نمیمونه به طرفت العینی مریدان جان نسار شیبک خان رو میخورند یه نمونه دیگه دیگه به شما عرض بکنم که میره ابرقو رو بگیره حاکم ابرقو یا آدمی بوده به نام محمد کره این آدم قلعه گیری میکنه مقاومت میکنه حاضر نمیشه که زیر تبعیت اسماعیل بیاد و اینهام قلعه رو تصرف میکنند و این آقا رو میگیرند دستور میده که اینو بکنن تو قفس تا دستور بده که چه باید کرد شهر رو قتل عام میکنند مردم رو میکشند اموالشون رو چپاول میکنند حالا اینجا شهری است که تو میخوای بهش حکومت کنی دیگه این کارا چیه با مردم میکنی بعد مردم چه گناهی کردند این یه آدم بوده که در مقابل تو مقاومت میکرده سربازانش نه شمشیر زناش مجبورن ازش اطاعت کنند همینطور که شمشیر زنای تو از تو اطاعت میکنن ولی نه کشت و کشتار و قتل عام و هم یه قفس درست میکنن محمد کرر میذارن تو اون قفس برمیگردن به قزوین دستور میده که آتش بسیار زیادی درست بکنن و این قفس رو بذارن روی آتیش در حقیقت محمد کرر رو ایشون زنده زنده میپزه نمیسوزونه چون اگه یه آدمی رو بندزن وسط آتیش خب در چند ثانیه اول یارو میمیره دیگه راحت میشه ولی یه آدمی رو تو قفس زیرش آتیش درست میکنن که این به تدریج بپزه تا بمیره یک انسان سخت کش و خونریز که بعد از جنگ چالدوران مورخین عصر از قول خودش نوشتن که افتخارش در این بوده که شاید هم دروغ میگفته ها همچین این عددی که میخوام بگم عدد غیر قابل باوریه خودش ادعا کرده که من هشتاد هزار نفره به دست خودم کشتم که البته این عدد هشتات هزار یا یه مقدار مبالغه تاریخ نویسه به خاطر تملق از شاه یا خودش این عد... مبالغه کرده این عدد رو به حال عدد بسیار بزرگی است که به دست یک نفر بخواد انجام شده باشه در حمله به مازندران باز یا آدمی که حاکم مازندرانه قلعه گیری کرده رفتی تو قلعه متحسن شده در قلعه شما رفتی اینا آقایون رفتن زدن قلعه رو گرفتن یا رو هم گرفتن و کشتن مورخین اصر نوشتن که بعد از تصرف قلعه مرشد کامل فرمان قتل عام و عمومی داد از مرد و زن پیر و جوان خرد کلان هیچ کس در صفحه, در صفحه زندگی باقی نموند همه راه آخرت رو طی کردند و بعد یه گزارشی که قریب به سی هزار نفر کشته شدند که این مردم هیچ گناهی نداشتند قبلا یه نفر حاکمشون بوده حالا قراره از این بعد تو حاکمشون باشی این از سخت کشی و آه. وقتی که شاه میشه یک راه و رسم درباری باید ایجاد بکنه دیگه هر درباری یه رسوماتی داره رسومات درباری شاه اسماعیل این بود است که این بزرگان قوم رؤسای ایل و اشایر قزل غز باش قزل های بزرگ که میان به دیدنش همه که به دیدن شاه نمیرن که اینا که میرن به دیدن شاه میبایست که از چند قدمی اول دلاشن تعظیم کنن وقتی به جلوی پای شاه رسیدن زانو بزنن و کفش شاه رو ماچ کنند تموم نشده هنوز کفش شاه رو که ماچ کرد باید بلنش بیسته دو سه قدم عقب بره دوباره تعظیم کنه و باز جلو بیاد زانو بزنه برای بار دوم کفش شاه رو ماچ کنه و به همین ترتیب سه بار این میشه آداب سلام کردن به شاه اسماعیل یکی از قزل باشا که از تای قلب سمیمانه اسماعیل رو خیلی دوست می داشته به عنوان مرادش و مرشدش و دارم این هر رهبرش رو اینا خیلی دوست می بعد از اجرای این مراسم که سه بار کفش شاه رو ماچ میکنه بی اختیار میشه ساق پای اسماعیل رو ماچ میکنه اسماعیل هم میگه بکشیدش غلطی واچ کرد یکی از بهترین طرفدارانش رو یکی از بهترین کارگزارانش رو که تملق رو میخواسته از حد بگذرونه علاوه بر کفش ساق پایش شارم ماچ کرده دیگه این از حدش تجاوز کرده باید بکشیمش دستور میدن میکشنش این میزان از کشدار جمعی این میزان از سخت کشی و بد کشی نوبرش رو نیاورده بوده ایشون یک مرتبه من نمیخوام به شما القا کنم که شاه اسماعیل آدمی پیدا میشه که با این میزان از سخت کشی و بد کشی افتاده به جون مردم نه ما سفرنامه های بسیار زیادی از این دوره داریم از پایان دوره تیموری به خصوص از دوره آقوی به این سو تا پایان دوره صفویه سفیرها تاجرها و یا شاهزاده ها و آدم که در حقیقت های های اولیه شخص شناسی رو گذاشتند ماجراجو می اومدن به مناطقی مثل مناطق ما و می ماندن دو سال، سه سال، پنج سال و سفرنامه می نوشتند مجموعه این سفرنامه ها برای کشورهای خودشون منبع اطلاعاتی بسیار زیقیمتی بوده که این مردم چگونه مردمی هستند چگونه معامله می کنند چگونه دربارهاشون مردم رو میپذیرند چگونه باید با اینها رفتار کرد که یک نکته هم ما میدونیم و اون این است که ونیزی ها و سایر کشورهای اروپایی چشم و امید بستن به یک نیروی نظامی قوی در شرق عثمانی که مقدار زیادی از نیروهای عثمانی رو متوجه مرزهای شرقیش بکنند که از طرف غرب از عثمانی کمتر آسیب ببینن یا در جنگهایی که باش میکنن بتونن بشکننش شکستش بدن در نتیجه از زمان آقویون این اقدامات رو اروپایی شروع کرده بودند و حتی ما میدونیم که همین آقای ها با دختر امپراتور ترابوزان ازدواج کرده بوده که خود همین شاه اسماعیل نوه اون زن فرنگی محسوب میشه از نظر ما از جهت مادری و این ارتباطات و تنگا و برقرار کرده بودند که به هر حال در این سو نیروی نظامی به وجود بیارن حتی برای توپ و توپخانه و توپریزی و این حرف ها به آقویونلوها کمک هم میکردند تفنگ هم بهشون میدادند و توپریزی بهشون یاد میدادند که بتونن با اسبانی ها بجنگن این مجموعه سفرنامه های اروپایی ها در ایران صافترین ترین گزارشات تاریخی این دور است چرا؟ برای اینکه اون نویسنده به عنوان یک سیاه خارجی یا در مقام سفیر یا در مقام تاجر یا در مقام سیاه مثل پیترو دولاواله مثل تاورنیه اینا نه سفیر کسی بودند یعنی هدف سیاسی نداشتن نه تاجر جا... تاورنیا خود جواهر می‌خرید و می‌فروخت ولی نه قصد تجارت داشتن نه در حقیقت ماجراجوهای اروپایی بودن که میخواستن ببینن و چیزهای نو در جهان ببینن و یادداشت کنن و بنویسن به خصوص اون پیترو دو لاواله همچین آدمی بوده مجموعه ترجمه شده سفرنامه های خارجی اگر بخواهید روی صفوی مطالعه دقیق و خوب بکنید و خسته کنندم نباشه براتون تفریحی هم حتی باشه این مجموعه ها رو برید بخوانید مثل سفرنامه شاردن سفرنامه تاورنیه پیترو دولواله اینا زیادند یکی از اینها که اولیه ترینش هم هست سفرنامه سفیران ونیزیه که شیشتا سیاه ونیزی آمدن به ایران در مقطع های نزدیک به هم و با فاصله و سفرنامه های کوتاهی رو نوشتند که اینا در یک مجلد چاپ شده که بعضی از اینا فوق العاده جالبه در یکی از اینا یه آدم به نام باربارو میگه وقتی جهانشاه یعنی پدر آقیونلو اصفهان شورش کرده بودند حالا منظور از شورش این نه اینکه مردم جمع شدن بگن آقا ما این نمیخوایم اینه نمیخواییم نه حاکم اصفهان که دست نشانده ای آقای جانشاه بوده گفته من اصلا بعد به تو خراج نمیدم من بخوام تو مستقل باشم جانشاه یه بار رفته حمله کرده به اصفهان و این آدم رو گرفته و اون آدم مذرد خواهی کرده قبول کرده که از این به بعد خراج بده مالیات بده اینا هم ول کردن رفتن بار دوم دوباره این آدم زدی زیر قول و قرارش مردم دارن زندگی خودشونی نمیکنن مردم در این امور مداخله ای ندارند این حاکمه که این تصمیم اون میگیره که این مالیات هایی که از مردم جمع کرده بده به یه گردن گلفت دیگه ای بخوره یا خودش بخوره بس فقط بر سر اینه برای بار دوم که ایشون اعلام استقلال میکنه میرن لشکرکشی میکنن با سی هزار سپاه جرام جهانشاه و اصفهان رو فتح میکنن اون حاکم رو میگیرن میکشن اما ایشون دستور قتل عام میده و در پایان کار به سپاهیانش میگه که از دروازه های هیچ سپاهی نباید بدون یک سر بریده به زیر بغلش بیاد بیرون هر سربازی باید یک سر بریده در دست داشته باشه. و این ونیزیه نوشته که سربازای جانشاه دیگه مرد گیر نمیوردن بکشن زنها رو میکشتند موهاشون رو میتراشیدند که از دور نشون بده که سر سر یه مرد دستشه این حوادث رو نمیخوام بگم که اسماعیل نوبرش رو اوورده سائر و جاریه در این سرزمین ها این میزان از آدم کشی این میزان از دست جمعی کشتن از بعد از حمله مغول به این سو دیگه حالا این هر کس که آمده داره حکومت میکنه خودش یه مغول کوچولوه حالا این چه فارس باشه چه ترک باشه چه کرد باشه دیگه فرقی نمیکنه دیگه راه و روش و حکومت این شکلیه شاه اسماعیل ناچار میشه که با عثمانی ها به دلیل اختلافات مذهبی وارد جنگ اول نامه می نویسه به امپراتور که خواهش میکنم کنم افراد شیعه که می خوام بیان برن به عطوات و عالیات و زیارت بکنند مصده اینا نشید دستور بدید که اینا در نهایت امنیت برن و بیان امپراتور عثمانی هم جواب میده بله ما این کار رو می و زوار شما میتونن بیاره برن این نوع مکاتبات در تواریخ عصر صفوی چند تا هست و حی حاضره اما خب صدور انقلابم خودش یه مایه ای بوده دیگه گویا یه آدمی بوده در منطقه عراق شیعه بوده و این رو اسماعیل تحریکش میکنه و پول بهش میده که شیعیان رو جمع کنه و یه اتحادی درست بکنن در داخل خاک عثمانی بر ضد عثمانی ها. کاری که همین الانم هم در بحرین در یمن نمیدونم این ها اتفاق میفته من وقتم تموم شد این داستان چون داستان شیری نیست و داستان جنگ چالدوران سرنوشت سازه و یک مبدع تاریخیه در حقیقت برای ما میگذارمش برای سر فرصت که با عجله کمتری روش مکس بکنیم و حرف بزنیم شب روزتون بخیر